همراه هستیم با آقای عنایت الله حفیظ، فعال سیاسی اجتماعی از آنکارا. سلام، وقتتون بخیر. آقای حفیظ، در رابطه با گزارش وزارت امور خارجه آمریکا در رابطه با نقض حقوق شیعیان در افغانستان، لطفاً دیدگاه خودتان را بیان بفرمایید. با عرض سلام خدمت شما و تمام بیننده‌ها و شنونده‌های عزیز، امیدوارم شما همه سر حال باشین. ما گزارش وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا را مطالعه کردم. گوشه ای از مشکلات مردم تشیع افغانستان را بیان کرده. این مشکلات فعلی که جریان داره در دوران طالبان از امروز نیست، اما فعلا شدت پیدا کرده. از 1881 میلادی به این طرف که عبدالرحمن یک فتوای را علیه شیعیان به هزاره های افغانستان صادر نبودن توسط یک تعداد ملاهای عجیب و حمایت برطانیای کبیر، از امروز مذهب تشیع در افغانستان همیشه پیروان مذهب تشیع در افغانستان مورد حمله، ظلم، استبداد و نسل کشی دامدار قرار می گرفتن. گاهن این مشکلات بیشتر می شدن و گاهن کاهش پیدا می کردن. صرف در دوران حکومت کمونیستا و همچنان حکومت جمهوریت به یک نحوی کاهش یافته بوده، اما اماکن مذهبی، اماکنی که شیعه ها و هزاره ها اونجا تجمع می کردن، مورد حمله گروه طالبان، شبکه حقانی و همچنان گروه القاعده و داعش و سایر شبکه‌های تروریستی مورد حمله از اینا قرار می گرفتن. بله، ممنونم. با آمدن گروه طالبا، بله، این مشکلات بیشتر شدن و هر روز مساجد شیعه ها، تجمعات شیعه ها به یک نحوی از یک طرف مورد حمله قرار می گیره و از یک طرف آزادیشان سلب می شه. شما در سال گذشته شاهد بودیم که در غرب کابل و همچنان در جاغوری، در جا جای از کشور مردم را نگذاشتن که مراسم مذهبی خود را برگزار بکنه. در غزنی شما شاهد بودین که گروه طالبا بالای عزاداران امام حسین حمله کردن، اطفال بیگناه را کشتن و حتی یک طفلی که شعار می دادن یا حسین با مرمی به دهان شان زدن، یک طفل 12 ساله را. این مشکلات در دوران طالبا افزایش یافته و گزارش ایالات متحده آمریکا گوشی از این مشکلات را بیان کرده که از اونام تشکر میکنیم. امیدوار هستم که دیگه کشورها متوجه شود که در افغانستان بالای مردم و اقلیت‌های مذهبی، گرچند هزارها و شیعه ها یک اقلیت نیستند، ربع بیشتر از ربع نزدیک به ثلث مردم افغانستان را تشکیل میده، اما فعلا یک حکومتی تروریستی، تک مذهبی، تک قومی، تک گروهی حاکم هستند و نمیگذاره که اقلیت‌ها و ادیان و مذاهب دیگر در اینجا فعالیت داشته. متشکرم از توضیحاتتون و تا گفتگوی آینده شما را به خدا میسپارم. عنایت‌الله حفیظ، فعال سیاسی اجتماعی از آنکارا.